عنوان سخنران بعد با عنوان دولت تسخیر شده و توسعه ملی در خدمت های دکتر مردوخی هستیم. تشریف بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم و من هم یاد دکتر حسین عظیمی دانشمند برخیخته کشورمون رو گرامی میدارم و اضافه کنم که دوتا خسارت در کشور از جانب مرگ دکتر عظیمی و رفتن دکتر عظیمی از سازمان برنامه آید کشور شد. رفتن دکتر عظیمی از سازمان برنامه بود که خسارت بزرگی بود برای دو نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور. و مرگ دکتر عظیمی خسران بزرگی بود برای جامعه علمی کشور. یادش رو گرامی می‌داریم. موضوع بحث من تسخیر دولت. توضیح میدم که در اولین بار من با مفهوم استیت کپچر در سخنرانی یک دانشمند اقتصادی در مؤسسه بانک جهانی وقتی موقع خداحافظیش آشنا شدم به اسم آقای کوفمن، که دانیل کوفمن یکی از علتهای بروز بحران مالی سال 2008 رو در اقتصاد امریکا این گونه تعریف می‌کنه. میگه در ماه آوریل چند سال قبل از اون در زیرزمین برج بلند نیویورک جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالی رتبه 5 بانک بزرگ سرمایه‌گذاری امریکا تشکیل شد و ظرف مدتی تنها معادل 55 دقیقه تصمیمی گرفته شد که به موجب آن شرایط و ضوابط موجود مرتبط با نظم و نظارت در عملیات بانک ها مانند ضوابط کفایت سرمایه در بانک ها توسط اون بانک ها فاتحه نظارت و تنظیم عمل بانک ها خوانده شد و شرایط برای بروز بحران عظیم مالی 2008 در ایالات متحده و سرایت اون به اقتصاد جهانی فراهم شد. و اون چه که مقدمه ای بود برای پیدایش بحران مالی به نظر گفتمن تسخیر دولت. تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع و مقامات سیاست‌گذار و نظارت کننده و به تعبیر او خصوصی سازی سیاست عمومی به خاطر منافع گروهی یا شخصی از مصادیق مهم فساد است. کوفمن معتقد است که اعمال نفوذ گروه های ذی‌نفع در میان اجزا و لایه‌های نظام تدبیر
نقش مهم و تعیین کننده در تبیین علل شکست یا عدم موفقیت برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف دارد. بررسی تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد که در جایی که اعمال نفوذ ناروا در دولت‌ها، چه از درون خود دولت‌ها و چه از جانب گروه‌های ذی‌نفع در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها شدید باشد، احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون اعمال نفوذ‌ها بیشتر از 30% است. و هرگاه اعمال نفوذ ناروا ناچیز باشد، ولی باشد، احتمال شکست از 10% کمتر نخواهد بود. کفمن این اعمال نفوذ ها را بحران نظام تدبیر و یا بحران خاموش نامید و مدعی شد که دولت ها و مراجع بین المللی در درک آن غفلت و اهمال نمودند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذ ها به ویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و لابیگری، کوتاهی کردند. یادمون نره که ژان تیرول، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014، میگوید اقتصاد بازار به دولتی قوی نیاز دارد. دولت مدرن دولتی است که در برابر لابی ها مقاومت کند. در دنیای واقعی و در عمل در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دولت ها معمولا از هویتی یک پارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیم گیران مانند سیاستمداران، تکنوکرات ها، بوروکرات ها تشکیل می شوند که هر یک از آنها ممکن است گوشه چشمی به منافع خود داشته باشد. همانطور که جیمز بوکانن، اقتصاددان شهیر، گفته همواره خود تصمیم گیران حکومتی اهم از ملی و محلی هیچگاه و از فشار گروه های همسودی که به دنبال جهت دادن و تحت تاثیر قرار دادن نتایج سیاست گذاری های عمومی به نفع خویشند مسئول نیست. تسخیر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرایند شکل‌گیری سیاست ها و رویکردهای دولتی اثرگذاری منفعت طلبانه داشته باشند، می تواند اقتدار اخلاقی حکومت ها را خدشه‌دار کند. در اقتصادهای رفاقتی نیز وقتی بین قوای حاکمیت، یعنی قوه مجریه و مقننه، مغایر با قوانین مثلا قانون برنامه اقدامی یا سیاستی به اجرا در می آورند توسط خود دولت، چه جهتگیری صریح قانون و مثلا قانون برنامه رو تغییر میده، میتوان از تسخیر برنامه سخن گفت که نقیصه در نظام تدبیر و بی اعتباری قانونگذاری شمار میاد. پایبند نبودن به مبانی محوری و اصول قوانینی مانند قوانین برنامه‌های توسعه نشانگر ضعف قانونمندی که از مهمترین شاخص‌های نظام تدبیر شایسته است و به گفته منتقد مشهور برنامه‌ریزی، یعنی آقای آرون وادلافسکی که از مخالفین سرسخت برنامه‌ریزی در فرایند توسعه هست، به این منجر خواهد شد که برنامه در تلاش برای همه چیز بودن به هیچ چیز تبدیل شده است. گویی آرون وادلافسکی از برنامه های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خبر می دهد. سعید حجاریان در بحثی راجع به ماهیت دولت ها، نمیتونم اجازه دارم اسمش رو بیان ولی گفتم به همین در بحث چون میخواستم وفادار باشم حرف خودم نیست،
در بحث راجب ماهیت دولت ها از تقسیم بندی ماکس وبر و سه نوع دولت مورد نظر او، یعنی دولت سنتی، دولت کاریزماتیک و دولت قانونی سخن میگوید و سپس دولت های در حال حاضر در جهان را خود آقای حجاجیان چهار نوع میدانند. دولت ایدئولوژیک که بر مبنای دسته ای از ارزش ها پایه های خود را بنا می کند و قطعا بقیه ارزش ها را نابود خواهد کرد و ارزش خود را بر سبیل قدرت خواهد نشان. دولتی توتالیتر و تمامت خواه که بقیه اشکال زندگی را بر نمی تابد و به یکسانسازی می اندیشد. دولت بوروکراتیک که خود و جامعه را در پیله ای از دیوان سالاری خواهد پیچید که منجر به ایجاد قفس آهنین خواهد شد. در این نوع دولت کارگزار توان کمی برای کنش خواهد داشت و تنها می تواند درون آن قفس بگردد. دولت ابزار دست طبقه مسلط که ابزار دست سرمایه‌دار و ماشین سرکوب است. این دولت ها منافع ملی را نمایندگی نمی کنند و تنها نماینده طبقه مسلط هستند. دولت های رفاهی و سوسیال دموکرات با آنکه دولت های سرمایه‌داری هستند اما مجبورند برای ادامه حیات خود بین طبقات مسلط و طبقه متوسط مانور بدهند. دولت مدیر که صرفاً مدیر است و برای منافع عام ممکن است کار کند ولی در عمل خود دولت طبقه است و مستقل از سرمایه گذاران و منافع خود و مستقل از سرمایه گذاران منافع خود ویژه‌ای دارند. یعنی مدیران دولتی منافعی دارند مستقل از سرمایه دارند. در این حالت سرمایه داری دولتی حاکم است، مثل شوروی سابق و کره شمالی. به گفته حجاریان دولت کلونی ایران تا حدی ایدئولوژیک و تا حدی مدرن و تا حدی عقلانی است. دولت ایران ملغمه ای از این حالت هاست و نمیتوان دولت ایران را در یکی از قالب‌ها گنجاند. رهبری توسعه یک امر گروهی چند عاملی است، نه حاصل خودکامگان اقتصاد. در آثار و نوشتهای جهانی مربوط به توسعه و مدیریت توسعه با مفهومی به نام قهرمان انگاری یا قهرمان سازی توسعه روبرو می شود و از این یا آن فرد به عنوان قهرمان یک دستاورد نام برده می شود، غافل از این که آن دستاورد یا اساسا دستاوردی نبوده که به آن قهرمان نسبت داده شود یا اساسا آن شخص شایسته عنوان قهرمان نداده یا آن شخص به جای آنکه خالق آن دستاورد باشد محصول و نتیجه آن دستاورد بوده است. نکته مهمی که در تمام قصه های قهرمانی توسعه فراموش می شود کلیه عوامل و پیچیدگی تعاملات بسیاری است که این عوامل در ایجاد و شکل‌گیری یک دستاورد نقش داشته. نتیجه یکی از بررسی ها و مشاهدات در مورد توسعه جامعه مختلف میتوان گرفت این است که الگوی قهرمانانه در فرایند توسعه دیگر متقاعد کننده نیست و ضروری است تحلیلگران و مجریان توسعه فراسوی چشمانداز قهرمان را بنگرند. رهبری توسعه در کشورهای مختلف از حلقه اول تصمیم گیران و سیاست گذاران توسعه تاثیر میپذیرد که میتواند با نفوذ خود و جایگاه خود در این حلقه سیاست های توسعه را در یک اجماع نظری به سمت و سوی خاص ببرند. در اقتصاد ایران و در حدود چهار دهه اخیر جهتگیری های متنوع و متعددی در سیاست های اقتصادی قابل مشاهده است که پیوند مستحکمی با شرایط و الزامات هر دوره خاص نداشته و بیشتر مهر گرایش یا نیت خاصی را آشکار می سازند که اقتصاد کشور را ناخواسته در دامهایی گرفتار کرده که در تحلیل نهایی می توان از تسخین دو
دولت توسط این دام ها سخن بود. من تعدادی از این دام ها رو به تشخیص خودم ذکر می کنم که حتما قابل بحث و قابل رد هم هست. مهمترین دام را می توانیم دام روتین شناسایی کنیم که نظام تدبیر را در حوزه‌های سیاستی، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اجرایی در شکل و محتوای روتین با حداکثر تغییر و گاه با تغییر زیانبار روبرو کرد. جنگ تحمیلی و تحریم‌های بعد از پیروزی انقلاب مجالی برای اصلاح نظام تدبیر یا حتی بازبینی عملکردها و تحلیل ریشه‌ای نتایج فارغ از متغیرهای کلان اقتصادی وجود نیافت. هنوز هم در حالی که نیروی کار، خانوارها و بنگاه ها از وضع نابسامان خویش نگران هستند، گزارش های رسمی اقتصادی در دام دیگری به نام دام میانگین ها افتادند. نرخ‌های رشد متغیرهای کلان چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی میانگین های تغییر هستند که فقط در محافل سیاست گذاری یا دانشگاهی یا در مقایسه های بین المللی و یا بین دوره‌ای کاربرد دارن. اما خانواری که گوشت 15 تومانی را 40 تومان می‌خرد و اجاره مسکن و آب و برق چند برابر شده را شاهد است، از تکرار رقمی شدن نرخ تورم سر در نمی‌آورد. تکرار رقمی کردن تورم، کاهش نرخ بیکاری و چندین میانگین دیگر دستاوردهای قابل توجهی هستند، اما در یک کشور 80 میلیونی برای همگان ملموس نیست. در فرایند توسعه اقتصادی ایران مطالعه‌ای در مورد پدیده تسخیر دولت صورت نگرفته و اگر انجام شده باشد انتشار پیدا نکرده است. آنچه در هر دولت که در 11 دوره در خدمت این نظام بوده، آنچه که در هر دولتی که در 11 دوره در خدمت این نظام بوده و هستند، میتوان گفت تعلق اعضای دولت ها در چند دهه بعد از پیروزی انقلاب به احزاب فعال در سالهای قبل از انقلاب و یا در جریان انقلاب است. علاوه بر آنها احزاب جدید هم که بعد از انقلاب تأسیس شدند احتمالاً در دولت ها عضویت داشته و دارند. اعضای دولت در سطح بالا که از تایید شورای نگهبان و سپس تصویب اعتبارنامه آنها در مجلس شورای اسلامی برخوردار بودند، پایبندی به قانون اساسی را در کارنامه خود داشته و دارند. اما میتوان گفت که همواره در معرض نفوذها و گرایشهای خاصی نیز جهت جایگاه رفیعشان قرار داشتند. یعنی هرگز فارغ از نفوذ و گرایش های خاص نیز نبوده. این مبحث اما میتوان گفت که همواره در معرض نفوذ و گرایش های خاصی نیز به جهت جایگاه رفیعشان قرار داشته که بررسی آثار آنها را علمای اقتصاد سیاسی در دانشگاه ها باید گفته بگیرند. این مبحث مربوط است به نفوذ ها و گرایش هایی که از درون جامعه و اقتصاد کشور تأثیر گذارند. نوع دیگر تسخیر دولت مربوط است به تأثیر دیوان سالاری از جانب روتین ها و روش ها که می توانند در جهت‌گیری و تصمیم های مقامات بالای دولت شکل بدهند، از یک طرف، و از طرف دیگر معاونان، دستیاران و رؤسای دفاتر هر سازمان و هر دستگاه اجرایی دولت که قادرن در سیاست ها و تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده ای داشته باشند. با عمدتا تلاش این دست از افراد ابقاء شرایط روتین و روش های گذشته است که لزوما این روش ها کاربردی ندارد. دام دیگر دام مرکز محوری است. یکی دیگر از ابزارهای تسخیر دولت ها در طول این 4 دهه بوده و همچنان بر سر آن پافشاری قانونی، مقرراتی و تاریخی می شوند. این دام در برنامه‌ریزی بیش از سایر حوزه ها
فرایند توسعه را از حرکت انداخته است. در حالی که خوشبختانه در این سالها آمارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی در مورد همه استانها تولید و منتشر می شود، از این نقطه نظر که تفاوت‌های استانی باید با ابزارهای ویژه و سیاست‌های خاص هر استان مورد توجه قرار گیرد، غفلت شده است. به عنوان مثال، وقتی نرخ بیکاری در سطح کشوری و میانگین 31 استان به حدود 10-12% کاهش یافته است و نرخ بیکاری در استان تهران 7% و در کرمانشاه 27% است، آیا معالجه بیکاری استانها تنها در سطح سیاست ها و برنامه های کلان امکان پذیر است؟ یا بهتر است از تخصص، دانایی و مشارکت مردم برای هر استان و رفع موانع و مشکلات توسعه آنها استفاده شد؟ دام دیگر دام قانون‌گذار است که به هر حال بخشی از تسخیر دولت. دام قانون‌گذار یکی دیگر از شیوه های تسخیر دولت است که در بودجه‌ریزی های هر سال قابل مشاهده است. هر سال در قانون بودجه کل کشور اعتبارات خاصی برای موضوع یا موضوعهای خاصی به تصویب میرسد بدون آنکه سهم هر دستگاه یا هر استان مشخص شده باشد. در این قبیل موارد دستگاه ها و استان ها باید برای چانه زنی در مرکز بسیج شوند تا بتوانند سهمی را به خود اختصاص دهند. حالان که بعضی از دستگاه ها و استان ها واستان‌های نیازمند ممکن است قادر به اخذ سهمی از آن اعتبارات نشود. در نتیجه تخصیص مقامات اعتبارات بدیهی در این نوع وجود دارد. دام دیگر دام تئوریسین‌های کلاسیک هست و تئوری‌های قرن‌های 19 و 20 در باب اقتصاد، سیاست‌های توسعه. البته اگر به وجود سیاست اقتصاد هم آن تئوریسین‌ها رضایت بدهند. به گونه‌ای که جامعه را به سمت و سوی مشخصی هدایت می‌کند که هیچ نسبتی با اهداف و آرمان‌های قانون اساسی کشور ندارد. محافل و مراکز مقتدری هم به این تئوریسین‌ها برای ترویج افکارشان کمک می‌نمایند. دام دیگر دام قانون با این نام. در همه امور و حوزه‌های زندگی ایران کار و فعالیت چنان گسترده است که قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف کار و فعالیت در ایران چنان گسترده است که وزارت امور اقتصاد دارایی را وادار به بررسی 100 سال قانون‌گذاری ایران بعد از انقلاب مشروطیت نمود. و تعداد مجلس‌هایی که به موجب این قوانین شمارش شده تا سال گذاشته که من یادداشت کردم 2000 فقره مجوز در قوانین ما وجود داشته، در حالی که آلمان تنها 160 مجوز ضروری دارد. این قوانین و مجوزها دستوربال مسئولان و مجریان را بسته و مانع بسیاری از فعالیت‌های مردمی و زمینه‌های در زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. دام سوم که متداول شده وام سالاری یا دپتوکراسی که متاسفانه به عنوان یکی از راه‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی چنان مرسوم و متداول شده که گویا بدون وام حتی ازدواج هم رسمش خطر میشه. و به نظر میرسه که ما در همه زمینه ها داریم وام سالاری رو گسترش میدیم و خود مردم هم از روی اضطرار و ناچاری به وام متوسل شدن و هر کجا اعلام بشه که وامی توسط یک سازمان یا یک بانک داده میشه احساس بزرگی براش تشکیل میشه و این هم یکی از خطرات تسخیر دولت و تسخیر برنامه و تسخیر توسعه اقتصادی کشور.
البته نگفته نماند که من این بحثاری که خدمت شما بیان کردم به معنای این نیست که ما قوی انجام ندهیم. خیلی کار شده، خیلی مثبت. ولی غفلت نسبت به تسخیر دولت مسئله ای که باید خیلی جدی روش کار بشه. و از اینجا ما برسیم به تصحیح نظام تدبیر. و با این امید که ما یک نظام تدبیر شایسته رو از این به بعد در جهت ایجادش تلاش بکنیم. این یک شبه و یک روز امکان نداره. به قول شکسپیر خوبی ها درمان بدی ها نیست. با خیال خوبی ها نمیتوان چیزی را درمان کرد. و با این کار بر زشتی ها صد چندان اسوده خواهد شد. بنابراین ما خوبی های زیادی داریم ولی درمان بدی ها هم نیست. خیلی چه.